سلام و درود به شما عزیزانی که فصل رو شروع کردین یا میخواین شروع بکنید. این ویدیو سوم از سری نکات روزه متناوب یا intermittent fasting هست. چه کارهایی میتونیم بکنیم تا سیستم روزه متناوب بهتر در زندگیمون جا بیفته؟ چطور به مرور سبک زندگیمون بهتر از قبل بشه؟ در نهایت حالمون خوب و آخر از همه وزن و سایزمون نرمال شه. بله، آخر از همه اگر دنبال لاغری موضعی در یک هفته هستید کانال من به در شما نمیخوره کانال های زیادی هستند که در آخر این دروغ های شیک رویه های قشنگ رو میفروشن من از اونها نیستم اما اگر کمربندتون رو برای یک سفر طولانی بستید با من باشید تا نکات بیشتری از فصل یاد بگیرید درود به همگی جریان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من این مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و, و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام بیشتر راجع به نکات فستیار روزه متناوب صحبت بکنم اگر قسمت های قبل رو ندیدید توصیه میکنم حتما از روی پلیلیست صفر تا صد روزه متناوب اونها رو ببینید و دنبال کنید اما بریم سر اصل مطلب نکته اول برمیگرده به شیرینی و قند در کل ترتیب خوردن در قسمت قبل گفتم که بدترین کاری که میتونید بکنید این هست که با قند شروع به خوردن بکنید مثال تیپیکال کاری که مردم در ماه رمضان میکنن خب باید بپرسید پس کی جواب این هست آخر از همه چرا خب نگاهی به روند سنتی خوردن غذا بندازیم معمول کشورهای سالم یا منوی رستوران سنتی این کشورها خب به این ترتیب هست که اول از همه استارتر یا پیش غذا دارید میتونه سوپ یا سالاد یا یه چیزی خیلی کوچیک باشه که برای شما میشه همون آب قلمی که در قسمت قبل گفتم یا خب میتونه سالاد باشه یا هر دو دعوایی با هم ندارن این به سیستم گوارش بدن خیلی کمک میکنه تا موتورش روشن بشه و آماده دریافت غذای اصلی بشه این میشه بشقاب اول این خیلی نکته جالبی هست بشقاب اول دوم سوم در یه جایی مثل ایتالیا بهش پریمو سکوندو و غیره میگن همون اول دوم یا خیلی رستوران ها با کلاس باشه و سنتی سه تا پنج سری بشخاب پشت همدیگه عوض میشه یعنی چی؟ یعنی مثل ما ایرانی ها همه چی رو در آن واحد نمیارن روی یه بشقاب و همه رو یک جا شروع به خوردن نمیکنن قراقاتی تون تون متاسفانه یه نکته بد در فرهنگ ما هست شاید در گذشته اینطور نبوده اما خب الان هست و خوب نیست دور نشیم پس خوردن یک وعده مرحله مرحله داره اما مرحله بعد تازه میریم سراغ غذای اصلی اینجا بین علما این فرانسویا و ایتالیایی‌ها اختلاف است. فرانسوی ها مستقیم میرن سراغ غذای اصلی ایتالیا یا حوصلهشون بیشتره میرن سراغ کربوهیدرات که غذای اصلی نیست مقداری پاستا یا ریزوتو که مثل برنج هست خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که فکر میکنید و در مرحله بعد تازه میرن سراغ غذای اصلی که یک نوع گوشت هست قرمز یا گوشت مرغ یا ماهی و تازه آخر از همه میرن سراغ یه چیز شیرین مثل دسر قندی که اول خورده شه با قندی که آخر خورده شه خیلی خیلی فرق میکنه شاید کالریش دقیقا یک چیز باشه اما وقتی آخر خورده میشه انسولین با شدت کمتری و ملایمتر آزاد میشه و شما در نهایت دیرتر گشنه میشید این دسر همراه میشه با یه قهوه خیلی کم حجم پس چی میتونیم یاد بگیریم خرما کیک هر نوع شیرینی که حوض کردید رو بعد از غذای اصلی با یک کوچولو فاصله با حجم خیلی کمی چای یا دمنوش یا قهوه میل کنید نه یه پارچ چای چرا حجم کم ویدیوهای مربوط به معده رو ببینید که اونجا حسابی توضیح دادم در مورد ترتیب خوردن جدیدن مقالات و کتاب های زیادی بیرون اومده یه نشون رو خیلی خوشم اومده مقداریش رو گوش کردم تموم شه براتون خلاصش میکنم از من. حالا عکسش هم میذارم نکته دوم برمیگرده به سرعت خوردن باز یکی از تفاوت های فرهنگی جالبی که به چشم من خیلی میاد و همیشه اینطوری بیان میکنم که ایتالیایی عموماً یک ساعت آشپزی میکنن و در دو ساعت میخورن ما ایرانی ها چهار ساعت آشپزی میکنیم و در نیم ساعت میخوریم این سرعت خوردن به دلایل خیلی زیادی واقعا مهم هست ولی جا همه رو اینجا بگم اما مربوط به روزه این هست که وقتی با سرعت زیادی میخورید خوب نمی جوید. احتمال خیلی زیاد ترتیب قبلی که گفتم رو رعایت نمی کنید. پس حجم عظیمی غذا به سرعت وارد بدن شده به سرعت قند خون بالا میره انسولین بالا میره و روندی که باید باهاش آشنا شده باشید اتفاق میفته پس در آخر مقاومت به انسولین در شما شکل میگیره کنار این مبحث استرس هم هست که ناخداگاه بدن به سطحی از استرس میره که کار معده و در کل سیستم گوارش مختل میشه. قسمت هشت رو ببینید. پس حجم غذا رو با زمانی که دارید برای خوردن تطبیق بدید. اگر زمان کم هست خب کم بخورید به اون کارتون برسید تا بعدا سر فرصت اگر زمان دارید بیشتر اون غذا رو در اون تایم بخورید. بدتر از همه هم تند خوردن یعنی نمیفهمی چی میخوری یا به نظر من بی احترامی به آشپز هست یه کوچولو کمتر از بی احترامی مثل ادویه زدن قبل از چشیدن یه چیز دوست دارم اضافه بکنم اینجا که تازه با یکی صحبت میکردم چند ساعت پیش و به ذهنم رسید و الان کلا میخوام اضافهش بکنم و خارج از بحثی است که براش آماده شدم و اون این که از یه چیز این بحث دین خیلی خوشم میاد و سوای از دین اسلام هست کلا تمام دین ها و اون این که وقتی که میشینن سر میز ایتالیایی هم خیلی زیاد دارن این قضیه رو دعا میخونن دعا خوندن ما شاید به صورت خوبی نگاش نکنیم و شاید الان به صورت خوبی بیانش نکنم ولی خب میخوام امتحان بکنم و بهتون نظرم رو بگم دعا خوندن یه جور آرامش هست یعنی که شما تا قبلش تون 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 تون, یه سری کارا رو کردین تون تون تون, آماده سازی و حالا عجله دارید به هر علتی ولی حالا مجبورید بشینید و چند لحظه دعا بخونید اون شما رو آروم میکنه اون سطح استرس شما رو کمتر میکنه نتیجه حرفم چیه؟ اینکه حالا به هر علتی ما شما آدم مذهبی نیستید اصلا اعتقادی ندارید به دعا خوندن به هر چیزی ولی وقتی یه سری نکات جالبی هست توی حالا مذهب که میتونه برای ما مفید باشه چرا قبولش نکنیم اون دعا خوندنه یعنی یه جور مدیتیشن قبل از غذا خوردن یعنی اینکه سطح استرس شما کمتر و کمتر بشه خب امتحان بکنید دعا نخونید حالا یه چیزی یه ورد دیگه بخونید یه کاری بکنید ولی اون سطح استرس رو اونجوری کمتر و کمتر بکنید نکته سوم برمیگرده به ویتامین ها و مکمل ها که در این قسمت نمیخوام بگم چی مصرف کنید بلکه کی مصرف کنید همونطوری که در خیلی از کامنت ها جواب دادم چی مصرف کردن رو بذارید برای شش ماه بعد از روزه گرفتن برید یه آزمایش بدید ببینید چی کم دارید چی کس دارید اولویت رو بذارید رو روی غذای خوب و کامل خوردن حالا اگر دیدید یه چیزی کمه برید سراغ مصرف اون کی مصرف کنیم همون هایی که الان داریم شاید بپرسید خب اگر 8 ساعت در روز زمان خوردن هست خیلی سخت نیست بکنید دو قسمت یکی بعد از وعده اول یکی بعد از وعده دوم اما اگر زمان خوردنتون کمتر هست یه دسته از ویتامین ها رو میتونید صبح ناشتا مصرف بکنید که با میده خالی هم جذب میشه و خب اثری هم در روزه نداره برای مثال ویتامین هایی مثل C یا سری B که البته بعضی از بی ها میتونه حالا تهوع بیاره برای بعضی افراد که اگر جز این دسته هستید خب بذارید با غذا مصرف کنید پروبیوتیک ها هیچ مشکلی نداره اگر اهل مکمل های بدنسازی مثل کراتین یا ال... تایروسین هستین باز مشکلی نداره الکترولایت ها همینطور که به شرط اینکه واقعا کالری صرف داشته باشن خالص و هیچ نوع شیرین کننده ای حتی مصنوعی نداشته باشم. وقتی میل می کنید نباید طعم شیرین داشته باشم. در این صورت این موارد هیچ مشکلی با فست ندارن اما چه مواردی رو در زمان فست مصرف نکنیم این لیستی که در ادامه میگم یا شما رو از فست در میاره یا خوردنشون با مده خالی یه جورایی دور ریختن پول هست چون جذب بدن نمیشن چیا ما رو از فست در میاره انواع آمینواسیدها اسید ها تقریبا تمام مدل هاشون شما رو از فاز فست در میاره آدامس ها و آبنبات های مولتی ویتامین که به نظر من یکی از بدترین نوع مکمل ها هستند بیخودترین چیزی که میتونید پولتون رو باهاش دور بریزید هرچی هم روش بزنه بدون قن شما رو از فست در میاره چون شیرین هست و بدن شما فکر میکنه قند خورده پس جلو جلو انسولین در بدن ترشح میکنه این برای تمام شیرین کنند مصنوعی تقریبا صدق میکنه به فرض اینکه واقعا قند خون رو بالا نبرند هر نوع پودر پروتئینی شما رو از فست در میاره چه وی باشه چه کلاژن مقداری انسولین رو بالا میبره چیا در زمان فصل جذب نمیشه قرص مکمل زردچوبه که دوز خیلی بالایی دارن امگا 3 تمام ویتامین هایی که محلول در چربی هستن مثل ویتامین دی ای کی قاعدتا مولتی ویتامین ها یود هم مثال بعدی هست و همینطور منیازیوم که ممکنه برای بعضی حالت هوا ایجاد کنه پس بهتره که میده پر مصرف شه مکمل های زینک هم بهتره که با غذا مصرف بشن برای جذب بهتر مکمل های بیوتین و کولاجن هم بهتره با میری خالی مصرف نشم. هم از فصل درتون میاره هم خوب جذب نمیشه این بود از سری نکات بعدی سعی میکنم کلا این ویدیوها رو کوتاه نگه دارم اما در قسمت بعد یعنی 39 راجع به ایدال ترین ساعت خوردن و همینطور ایدال ترین ساعت ورزش برای کاهش وزن یا افزایش حجم صحبت میکنم ممنون که تا اینجا با من بودین اگر فکر میکنید این نکات میتونه برای شخص خاصی مفید یا جالب باشه حتما لینک ویدیو رو برای اون عزیز بفرستید اگر به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید سابسکرایب کنید که یه سری قسمت ها فقط به صورت تصویری آپلود میشه اگر که از یوتیوب میبینید سری به پادکست کلاس 101 بزنید که فعلا از طریق سپاتیفای و اپل پادکست در دسترس هستن در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد